این هفته بهبود بدون بیمارستان، ساخت یک دوچرخه برقی و آیا شما به هوش مصنوعی برای خوش‌هیکل شدن اعتماد می‌کنید؟ نگاه کردنش هم آدمو خسته می‌کنه. به مرور که به وضعیت عادی جدید عادت میکنیم، باید یادمون باشه که قرنطینه خیلی از چیزها را عقب انداخت. برای مثال جراحی‌های غیر اورژانسی. در انگلستان نظام درمانی باید حدود 12,000 تخت رو برای بیماران کرونایی خالی میکرد. این یعنی تأخیر در 2,000,000 عمل جراحی. یعنی مردمی که منتظر عملهای مثل عمل مفصل بودند ماها بیشتر درد کشیدند و چنان صفی ایجاد شده که تا کریسمس احتمالاً به 10,000,000 میرسه. طبعا سوالی که پیش میاد اینه که باید چیکار کرد؟ مردم که منتظرن باید چیکار کنن؟ من میخوام از نظر جسمی آماده ترین بازنشسته کشور باشم. برایان لوئیس 80 ساله از زمان آغاز قرنطینه در خونه‌اش در نزدیکی منچستر منتظر عمل تعویض استخوان لگن بوده. برایان هم مثل میلیون‌ها بریتانیایی از قبل از کرونا در صف جراحی بوده، اما از ماه مارس همه چیز معلق شد. چند ماه اول درد رو تحمل کرد و با فیزیوتراپیستش با زوم صحبت می‌کرد، ولی کم کم دیگه طاقتش تاق شد. این طرف از اینجا تا اینجا کلن از بین رفته. قبلا فقط لگنم درد میکرد، ولی الان کل پا تمام این قسمت درد میکنه. این عضلات من همیشه خیلی قوی بوده، همیشه آمادگی جسمانیم خیلی خوب بوده. الانم میتونم تکونشون بدم، ولی درد کشنده ای داره. الان به مرحله ای رسیدم و مفصل به قدری تحلیل رفته که از 3 هفته پیش با عصا راه میرم. پزشکان دنبال روش‌هایی می‌گردند تا از راه دور به امثال برایان که منتظر جراحی مفصلاً کمک کنند. راه‌هایی مثل ساخت اپلیکیشن‌ها و ابزارهای جدید. هر کی باشید، هر جا که باشید، با این اپلیکیشن می‌تونید به بعضی از خدمات ارتوپدی که در مواقع عادی برای بیمارهای منتظر عمل تعویض زانو یا لگن نیازه، به رایگان دسترسی داشته باشید. دانلود این اپلیکیشن گام مهم اولیه برای اینه که دوران نقاهت بعد از جراحی رو به سلامت طی کنیم. این اپلیکیشن بخشی از خدماتیه به اسم مای ریکاوری یا نقاهت من که به جراح‌ها امکان میده بیمارشون رو در خونه زیر نظر داشته باشن. به خاطر همگیری کرونا سرعت کار رو بیشتر کردن. میخوان در اسرع وقت شیوه‌های پیشرفته‌تری ابداع کنن که برای پزشکان داده‌های مفید تولید کنن. به آزمایشگاه ما خوش اومدین. اینها همه دوربین مادون قرمزن و همه این نقطه ها رو دنبال میکنن و از روشون تخمین میزنن. اینها رو معمولا در بازی های کامپیوتری یا در صنعت فیلم استفاده میکنن. گروه جوینت اسکول با داده هایی که از تحلیل راه رفتن از نقاط مختلف جهان به دست اومده الگوریتم ها رو آموزش میده. میخوان با میلیون ها داده یک سامانه دوربین جدید بسازن تا بتونه یک روز با دوربین موبایلی متصل به اینترنت هم کار کنه. یعنی تمام پیچیدگی های یک آزمایشگاه مجهز تحلیل راه رفتن رو در جیب جا میدن. اینجوری جراح میتونه با اطمینان بازه حرکتی زانوی بیمار رو پس از عمل ارزیابی کنه بدون اینکه لازم باشه کسی از خونش بره بیرون. برای اینکه این الگوریتم درست بشه باید روی گوشی کار کنه، بنابراین باید کوچیک و خاص و سریع باشه. منتها برای اینکه بشه چنین الگوریتمی ساخت میبایست طی سالها حجم عظیمی داده رو پردازش میکردیم. چون الگوریتم با حجم عظیمی از داده ها آموزش داده شده میتونه با دقت آناتومی و بازی حرکت رو تشخیص بده. دقتش تقریبا مثل اینه که بیمار لباس مخصوص به تن کنه و توی یک آزمایشگاه مجهز گرون گامهاش رو بررسی کنند. ما به طور خاص به ثبت حرکت انسان علاقه‌مندیم. به همین خاطر خیلی از ایده هام رو از صنعت بازی‌های کامپیوتری گرفتیم. در واقع کاری که اینجا می‌کنم نسخه خیلی دقیق همینه. با کمک هوش مصنوعی و برای اینکه کارکرد مفصل رو بسنجیم. یعنی یک جراح میتونه با این فناوری و با دوربین گوشی بفهمه که پای بیمار بعد از عمل صافه یا نه.
یکی از بیمارستان‌هایی که استفاده از این ابزار رو تشویق می‌کنه بیمارستان رایتینگتونه. اینجا جایی که اولین عمل تعویض لگن انجام شده. گروه پزشکان میخوان کاری کنن که بیمار پس از جراحی به سرعت مرخص بشه تا زمانی که هر کسی در بیمارستان میمونه کاهش پیدا کنه و نوبت به بیماران بعدی برسه. یک نسخه خاص اپلیکیشن نقاهت من در حال تولیده تا به بیمارهایی که همون روز عمل مرخص میشن کمک کنه. خیلی از اطلاعات رو با حرف زدن هم میشه گرفت، ولی چیزهایی هم هست که نیاز به نوعی آزمایش یا معاینه داره. در نتیجه باید سامانه‌ای باشه که مثلا بتونه بازه حرکت یک مفصل رو دقیقاً اندازه بگیره. چنین چیزی اگه باشه خیلی مفیده. برای کوتاه شدن صف انتظار بیماران از هوش مصنوعی به روش‌های دیگه‌ای هم میشه استفاده کرد. C2AI که یکی از مشتریان تایید شده داده‌های نظام خدمات درمانی بریتانیا است، سامانه‌ای طراحی کرده تا جراحی رو بعد از تریاژ انجام بدن. هدفشون اینه که بتونن بیماران رو بر مبنای ریسک عمل و فیزیولوژیشون رتبه بندی کنن و بر مبنای رتبه اولویت بدن. در کل 14 متغیر شناسایی کردن که با ریسک مرگ نسبت داره و میتونه همه کسانی رو که در سراسر کشور منتظر عمل جراحی‌اند یک جا بررسی کنه. ما یه نسخه از این داریم که میتونیم کل فهرست انتظار جراحی رو یکی کنیم. در واقع همه رو با هم مقایسه کنیم. طبیعتاً مردم میخوان بدونن که منطقی پشت این تصمیم گیری هست. یعنی اگه تو صف پشت کسی قرار گرفتن، اون آدم بیشتر به عمل نیاز داشته. و اینکه اولویت بندی با یک مبنای منطقی صورت میگیره، نه با بی‌برنامگی و ناکارآمدی. تعداد زیادی بیمار در فهرست هست که بجز مشکل اصلی که نیاز به جراحی داره، مسائل دیگه هم دارن و در نتیجه بیش از دیگران در خطرن. میشه از هوش مصنوعی استفاده کرد تا به یه شکلی تمام داده ها رو بررسی کنه و با یک الگوریتم فهرستی از بیمارانی که در یک دسته خاص می گنجن ارائه بده، یعنی اولویتشون رو مشخص کنه. به جای اینکه یک کارمند همین کار رو بکنه یا کادر درمانی بخوان تمام اون داده ها رو بررسی کنن و به بیمارها نوبت بدن. به نظرم الگوریتم احتمالاً معقول‌تر و مفیدتر از آدمه، برای اینکه آدم‌ها از مقیاس درد استفاده می‌کنن، میگن از 1 تا 10 درد چقدره. این روش قدیمیه، در حالی که الگوریتم تعداد زیادی مشخصه دیگه رو هم در نظر می‌گیره که آدم نمی‌تونه. برایان و میلیون‌ها بیماری که منتظر عمل جراحی اختیاری هستند، احتمالاً باید همچنان ماه‌ها منتظر باشند. اما ممکنه استفاده از داده‌های فراوان و سامانه‌های پردازش قوی به تسریع این فرایند کمک کنه و باعث بشه زود به اتاق عمل برسن و زودتر مرخص بشن. این هفته کمیسیون اروپا اعلام کرد خرید شرکت فناوری فیتنس فیتبیت توسط گوگل رو به طور کامل بررسی می‌کنه. مریخ‌نورد پرسیویرنس سفر 7 ماهه‌اش به سمت این سیاره رو آغاز کرد. این ربات سمتری که 1 تن وزن داره، قرار سطح دریاچه خشک شده رو برای کشف نشانه‌های قدیمی حیات بررسی کنه. فضانوردان دراگون، نخستین فضاپیمای تجاری متعلق به اسپیس اکس، بعد از سفری موفقیت‌آمیز به ایستگاه بین‌المللی فضایی به زمین برگشتند. این هفته همینطور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید کرد اگر تیک تاک تا نیمه ماه سپتامبر توسط یک شرکت آمریکایی خریداری نشه، فعالیتش رو در آمریکا ممنوع می‌کنه. مقامات امنیتی آمریکا نسبت به جمع‌آوری اطلاعات شخصی کاربران آمریکایی توسط این اپ چینی ابراز نگرانی کردند. مایکروسافت در حال گفتگو برای خرید بخش آمریکای این اپ اشتراک ویدیو است. محققان دانشگاه میشیگان بات فوق‌العاده کوچیکی ساختن که میتونه به اشکال مختلف تاشه. این بات میتونه برای انجام کارهایی مثل رسوندن دارو یا باز کردن رگ‌ها به داخل بدن انسان فرستاده بشه. و در آخر، محققان با الهام گرفتن از فیلم جنگ ستارگان امپراتوری ضربه میزند، پوست الکترونیکی ساختن که میتونه احساس کنه. این پوست از شبکه‌ای از حسگرها ساخته شده که همه‌شون به یک کنداکتور الکتریکی وصل شدن. این پوست میتونه در ربات‌ها یا اعضای مصنوعی بدن به کار بره تا حس لامسه رو بازسازی کنه و امکان تشخیص درد، دما، شکل و بافت اجسام رو فراهم کنه. تازه‌ترین نسخه این پوست خوندن خط بریل و طبقه بندی اجسام رو ممکن کرده.
فروش دوچرخه‌های برقی به خاطر قرنطینه خیلی بالا رفته. جهش بی سابقه بوده. مثلا فقط در ماه می ما از کل سال 2018 بیشتر دوچرخه فروختیم. یه دوچرخه برقی خوب 1000 پوند به بالا خرج برمی‌داره و صدها برند مختلف در بازار موجودن. اما اکثریت این برندها در بریتانیا با فناوری یک تولید کننده کار میکنن. بین 60 تا 80 درصد دوچرخه‌های برقی موجود در بریتانیا موتور بوش دارن. اما تفاوت اصلی دوچرخه‌های برقی سامانه انتقال نیروشونه. موتور بعضیاشون صرفاً گردش رکاب رو دنبال میکنه و به چرخ‌های دوچرخه برق میرسونه. ما یه دوچرخه رکابی رو آزمایش کردیم. یه حسگر گشت‌آور داره که متناسب با فشاری که به رکاب میارید نیرو آزاد میکنه. با این باتری غولی که روش گذاشتند تا 160 کیلومتر میره. سرعت مجاز دوچرخه‌های برقی در بریتانیا 25 کیلومتر بر ساعته. توی بعضی از کشورها سرعت مجاز برای دوچرخه‌هایی که رکاب کمکی دارن بیشتره، ولی اگه یک نفر رو دیدید که اصلا رکاب نمیزنه و حرکت میکنه، قاعدتاً کاربراتور داره. این مدل دوچرخه به اندازه قبلی ها مرسوم نیست و در بعضی از کشورهای اروپایی روندنش مجوز و بیمه ویژه میخواد، ضمن اینکه معمولاً گرونتر از بقیه است. البته اینجور دوچرخه ها معمولا خیلی گرونن. مثلا این دوچرخه‌ای که صحبتشو کردیم بالای 4000 پوند آب میخوره. ولی شاید راهی باشه که بشه ارزونتر از آب در بیاد. سپنسر کلی ترفندی رو در این زمینه نشونتون میده. ممکنه بعضیا بعدشون نیاد یه دوچرخه الکتریکی بگیرن، ولی یه دوچرخه معمولی تمیزم داشته باشن که حیفشون بیاد بندازن یه گوشه خاک بخوره. خبر خوب برای این دسته افراد اینه که دوچرخه معمولی رو میشه با یه تبدیل مثل این الکتریکی کرد. سویش در واقع یه چرخ جلوی جدیده با یه موتور 250 واتی وسطش. یه باتری هم داره و البته حسگر پدال. کلش ارزون در نمیاد، ولی از دوچرخه الکتریکی ارزان‌تر میشه. البته وقتی هم که باید برای تبدیل صرف کنین هم هست که بستگی داره چقدر به خودتون مطمئن باشین که چرخ و ترمز و بقیه چیزای دوچرخه رو باز کنین و دوباره ببندین. اگه فکر میکنین ممکنه وسطش گیر کنین، بهتره یه وقت قبلی از متخصص بگیرین که از طریق تماس ویدیویی کمکتون کنه. سویچ میگه این مجموعه رو جوری طراحی کرده که به هر دوچرخه‌ای بخوره. در واقع اینجوریه که شما بهشون میگین چی میخواین و اونا چرخ رو طبق سفارش شما براتون میسازن. یه تبدیل مخصوص هم دارن برای دوچرخه‌های تاشو مثل این. نصبش یکم پیچیده است، ولی در نهایت میشه انجام داد. یه لاستیک و چرخ نو. بهترین مدل‌های دوچرخه‌های الکتریکی چرخ و زنجیر دارن. این یکی سیستمش فرق داره. یه حسگر مغناطیسی داره که سرعت رکاب زدن دوچرخه سوار رو اندازه می‌گیره و با در نظر گرفتن چیزهایی مثل شتاب حرکت سعی می‌کنه حساب کنه چقدر انرژی مصرف کنه. به بی‌نقصی و روونی سیستم چرخ و زنجیر نیست، ولی به مراتب ارزان‌تر و سبک‌تره. منتها باید با این واقعیت کنار بیاین که یه مقدار سیم روی بدنه و یه باتری روی دسته دوچرخه‌تون اضافه میشه. ولی با فرض اینکه این اضافات آیرودینامیک دوچرخه رو زیاد به هم نزنه، کافیه روشن کنین، اندازه‌ای که میخواین کمکتون کنه رو تعیین کنین و تموم، راه میافتین. سورپریز خوب اول این بود که گن نزدم. فکر میکردم برای من که هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارم خیلی سخت‌تر باشه. سورپریز دوم این که عجیب سریعه. یعنی راستش اونقدر تون میره که جرات نکردم روی درجه آخر بذارمش. زیادی سریعه. هنوز پام به رکاب نرسیده بود راه افتاد. تنها نکته منفی اینه که موتور کمکی گاهی اشتباه عمل میکنه. یعنی وقتی کمک لازم دارم قطع میشه، بعد یه موقع که اصلا رکابم نمیزنم راه میفته.
مهندسای سوئیچ میگن مشکل به احتمال قوی از حسگر رکابه که دقیق تنظیم نشده. خوشبختانه حسگر جدیدشون قرار همین روزا به بازار بیاد. در نهایت هر وقت دلتون برای دوچرخه معمولی غیر الکتریکتون تنگ شه، میتونین باتری رو بردارین. اینجوری میشه همون دوچرخه خودتون، فقط حدود 1 کیلو سنگین تر. دوچرخه‌های معمولی رو میشه با افزودن یه سری لوازم جانبی مدرن ارتقا داد. اگه موضوع برای شما هم جالبه، تو بخش بعدی تعدادی از این لوازم رو بهتون نشون میدیم. مثلا این چراغ دوچرخه واریا، محصول گارمین، نیمی چراغ و نیمی رادار. گوشی یا کامپیوتر دوچرخه‌تون رو اینجوری وصل می‌کنید به دستو و رادار که این توه. اگه خودروی از پشت نزدیک بشه بهتون پیام صوتی و تصویری میده که یک خودرو داره نزدیک میشه. این هم کلاه هوشمند یا ایربگ هوشمنده. میذاری روی سرت، زیپش رو میبندی و فعالش میکنی. بعد اگه در حال رکاب زدن تصادف کردی و داشتیم خوردی زمین، میفهمه و باد میشه تا از سر محافظت کنه. ما میتونیم داده های مربوط به ده ها هزار ساعت رکاب زدن روزانه دوچرخه سوارها رو جمع کنیم و در اختیار مقام های شهری در کشورهای مختلف بذاریم تا بتونن ایمنی دوچرخه سوارهای شهرشون رو بالا ببرن. یکی از جریان های مهمی که در صنعت دوچرخه سازی راه افتاد، تولید لوازم جانبی متصل به اینترنته. وقتی این لوازم آنلاین میشن، امکانات خیلی جالبی برای دوچرخه سوارها فراهم میکنند. مثلا این چراغ سی سنس کارش از یک کارزار کیک استارتر شروع شد. فرقش با چراغای معمولی اینه که هوشمنده. این چراغ یه شتاب سنج داره که محیط اطراف رو تا حد اکثر 800 بار در ثانیه رصد میکنه. داده هایی که ما گردآوری و تحلیل میکنیم چیزایی مثل وضعیت جاده، موقعیت دوچرخه سوارهایی که در دیدرس بودن، آهنگ حرکتشون، سرعتشون و ترمز کردنشون. و این معناش اینه که همین جوری که شما دارید رکاب میزنید، چراغ دوچرختون کارهای هوشمندانه میکنه. چراغ جلو وقتی میپیچید با سرعت متفاوتی چشمک میزنه. یا مثلا چراغ عقب وقتی سرعتتون رو کم میکنید شبیه چراغ ترمز عمل میکنه، نه چراغ معمولی دوچرخه. داده های دوچرخه سواریتون آپلود میشن روی فضای ابری تا سی سنس بتونه شیوه دوچرخه سواری رو تحلیل کنه. یکی از جاهایی که این طرح داره آزمایش میشه منطقه سیتی لندنه. در همین زمان کوتاه چند مورد جالب از این طرح بیرون اومده. یکیش در مورد پل‌هایی که دوچرخه سوارها از روشون رد میشن. داده‌ها نشون میده که به عنوان مثال تجربه دوچرخه سوارها روی پل لندن به خوبی پل سادک نیست. معناش اینه که روی پل سادک دوچرخه سوارها کمتر ناچار به ترمز کردن یا ویراج دادنن، که خودش احتمالاً نشون میزان تصادف و این قبیل مسائله. داده به سیاستمداران کمک میکنه تا تصمیمات منطقی رو توجیه کنن، چون میتونه نشون بده که منطقیان و به تصمیم گیری برنامه ریزها هم کمک میکنه. اگر محل رفت و آمد دوچرخه سوارها رو در لحظه با چراغ‌های حسگردار و اپلیکیشن‌ها و ساعت‌هاشون یا چیزایی از این دست بررسی کنین که بفهمین الان چی کار میکنن، نمیتونین نتیجه بگیرین این واقعا همونجاست که اونا میخوان برن، و بعد بر اون اساس زیرساختش رو بسازین تا ایمنی ترددشون بیشتر شه، چون ممکنه دارن اونجا میرن برای اینکه مسیر اصلیشون یه بزرگراهی که اصلا نمیشه واردش شد. بنابراین تفسیر دقیق داده به اندازه گردآوری داده مهمه. نتیجه این که همین چراغ ساده دوچرخه باعث شده تولیدهای لوازم جانبی اول تبدیل بشن به شرکت‌های فناوری و حالا برن سراغ تحلیل داده. طبعاً از نظر دوچرخه سوارا تنها چیزی که مهمه اینی که بعضی از این پیشرفت‌ها باعث میشه خیابون‌ها و شهرها براشون امن‌تر و مطمئن‌تر بشه.
ممکنه جایی که شما زندگی میکنید اصلا نشه دوچرخه سواری کرد یا اصلا اهلش نباشید. برای خیلی از افرادی مثل شما دوچرخه ثابت راه حله. خیلی ها دارن این کار رو تو خونه انجام میدند. همکار ما لارو لینگتون رفته سراغ یک دوچرخه خاص، در واقع یک دوچرخه هوش مصنوعی به نام کار او ال. مبنای کارش اینه که اگه شما 8 دقیقه به طور ملایم رکاب بزنی، ولی تو اون 8 دقیقه 2 تا 20 ثانیه با حداکثر توانت رکاب بزنی، معادل کسی کالری می‌سوزونی که 45 دقیقه است داره میدوه. این دوچرخه شیوه معروف به ضربه آزمایشگاهی رو بازسازی میکنه، یعنی تمرینای سنگین کوتاه مدت با فاصله از هم. معمولا این کار رو تو آزمایشگاه با آدم کارشناس میکنن. بعد از روی داده های فیزیکی شخص میفهمن نسبت چربی و عضله بدنش چقدره و متناسب با اون یه فرمول و یه مقاومت مخصوص اون شخص تعیین میکنن. اینجا هوش مصنوعی جای کارشناس رو میگیره. اول چند بار رکاب میزنی تا فیزیولوژیت رو بسنجه، بعد تمرین رو متناسب با وضع فیزیکی تعیین میکنه. مهم نیست شما چند ساعت تمرین میکنی یا چقدر تمرین میکنی. میزانی که عرق میریزی ربطی به تاثیر تمرین نداره. چیزی که در تمرین مهمه اینه که در سطح مولکولی با بدن شما چی کار میکنه. حتی 20 ثانیه هم سخته که آدم با حداکثر توان رکاب بزنه، ولی به محض اینکه تموم میشه و برمیگرده به حالت آسون میگی چه اسفناکه که اونقدر سختم بود. علتش اینه که شما میخوای به چیزی برسی که بهش میگن تخلیه سریع گلیکوژن. این پدیده فقط در حالتی رخ میده که شخص به حداکثر توانی که بدنش واقعا میکشه برسه. ما بر اساس زمانی که در اوج توان رکاب زدیم میفهمیم که آیا این حداکثر مطلق توان بوده یا نه، چون اون سطح از توان رو بیش از کسری از ثانیه نمیشه نگه داشت. من دانشمند نیستم، بنابراین فقط میتونم از حسم براتون بگم. حسم این بود، با اینکه ضربان قلبم واقعا بالا رفته بود و اون 20 ثانیه واقعا با تمام قوا رکاب میزدم، ولی با این حال بعدش احساس نمیکردم ورزش کردم. یعنی هر بار تازه بعدش میرفتم یه مدت میدویدم. از روی رکوردهای جهانی دو میدانی هم میشه دید که بدن بیشتر از 20 ثانیه نمیتونه با حداکثر توان کار کنه و بعد از 20 ثانیه انرژی افت میکنه. هر کی باشی فرق نمیکنه. هیچ دونده‌ای نمیتونه بیشتر از 20 ثانیه با اون سرعتی که در دوهای سرعت 100 متر و 200 متر میدوه بدوه. کاروئل هم بر همین مبنا کار میکنه، یعنی من کاربر فقط اون زمانهای کوتاه که حداکثر فایده رو داره حداکثر فشار رو میارم و بقیه‌اشو اصلا فشار نمیارم. حتی اگه در طول دو هفته فقط 4 یا 6 بار این کار رو بکنید، پیشرفت رو در اندامتون میبینید. اگر همونقدر تغییر رو بخواید با تمرین‌های استقامتی معمول ایجاد کنید، به مراتب بیشتر طول میکشه. به نظر میرسه تاثیر خیلی روشنتری روی قلب و دستگاه گردش خون داره. ولی مثلا برای کاهش وزن فایده نداره. کم کردن وزن تمرین‌هایی میخواد که انرژی زیاد صرف کنه. یه تمرین دیگه هم روی کاروئل پیدا کردم. 62 سری 8 ثانیه‌ای در 20 دقیقه. تا حالا چنین تمرینی نکردم. ببینم چه جوریه. اوکی، لتس دو دیس. سریع‌تر، بدو. تنها چیزی که یکم انتظارشو نداشتم این بود که هوش مصنوعی بر مبنای تمرین آخرت کار میکنه، نه تمرینی که همین لحظه داری میکنی. یعنی اگه یکم خسته باشی متوجه نمیشه و در نظرش نمیگیره. اما با این حال نمیتونم منکر بشم که تا زور آخرم فشار آوردم. در دراز مدت هدف اینه که هوش مصنوعی به وضعیت لحظه‌ای آدم بهتر واکنش نشون بده. مثلا همین که دستتو بذاره روی دسته‌ها بتونه بگه امروز زیادی خسته ای. چی بگم، شاید یه روزی شد. بیشتر میخوای؟
به پایان یکی دیگه از برنامه های کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. اونجا یک فهرستی به نام کلیک هست. این برنامه و برنامه قبلی اونجا پیدا خواهید کرد. با ما در تماس باشید. از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk یا از طریق توییتر که راه ساده تری هست با شناسی @persianclick نظر، انتقاد، پیشنهاد و سوژه های خودتون رو به ما بگید. این برنامه اینجا تموم میشه. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.